ما ایرانیان مقیم بریتانیا از شهرهای مختلف دور هم جمع شدیم، از شفیلد، لیورپول، منچستر، دور هم امروز کنار چرخ‌فلک لندن جمع شدیم که حرکت کنیم به سمت شبارده نخست وزیری و فریادمون رو به گوش جهانیان برسونیم در روز حقوق بشر، که جمهوری اسلامی در ایران هیچ گونه احترامی برای هیچ کسی قائل نیست و بدون اینی که بدون هیچ ملاحظه‌ای جوانانمون رو توی ایران اعدام می‌کنن. همونجوری که پشت سر من می‌بینید محسن شکاری رو در سکوت خبری اعدام کردن و ما امروز فریاد می‌زنیم که ما ایرانی‌ها اتحاد داریم و در نام ایران عزیز امروز می‌خوام این فریادمون رو به گوش جهانیان برسونیم. برای اعتراض به اعدامایی که داره در ایران میشه در حق کودکان و جوانان و جوانان مملکتمون که بدون محاکمه دارن اینا رو اعدام میکنن، و اینکه اطلاع رسانی بکنیم به تمام مردم دنیا که حقوق بشر در سازمان ملل از ایران سرچشمه گرفته شده و تنها کشوری که در حقوق بشر رعایت نمیشه متاسفانه ایران هستش، و این اطلاع رسانی رو بکنیم و اعتراض بکنیم به جمهوری اسلامی برای این رفتارهای ناپسندی که دارن در مقابل جوانان مملکتمون. من احمد هستم، از لیورپول اومدم امروز و این کوچکترین کاریه که ما میتونیم انجام بدیم واسه بچه‌هایی که تو داخلن، شاید یه حمایتی باشه واسه اونا. ما اومدیم اینجا که به دولت بریتانیا بگیم که باید دست از حمایتی که داره به صورت نامحسوس از این دولت، از این رژیم منحوس جمهوری اسلامی، از اون دست برداره و به خواست مردم ایران که این مردمی هن که اینجان و این مردمی هن که تو خیابونن احترام بذاره و انقلاب ایران رو به رسمیت بشناسه. آزادی ایرانه و الان بچه های ایران که جگر آدم داره میسوزه، بهترین جوانامون دارن از دنیا میرن. تنها کاری که میتونم بکنم فقط اینه که بیام اینجا، کاش میتونستم برم ایران الان واقعا کمک کنم. کمکی که نمیتونم کنم، فقط این که با شماها باشم، با جوانای ایران. امیدوارم خدا نگه دارتون باشه، مبارزه کنیم برای آزادی ایران. مهمترین چیز ایرانه، ایران. راستوره نظامی روزن نور سنگاری خدا نیم یه طرف بیابی اون برش حوانی دانش سرزمینم اروپا.